سلام دوستان، خیلی خوشحال هستم که برای فال سه‌شنبه 4 آبان در خدمت شما هستم. دوستان، قبل از هر چیزی خوش آمد میگم به افرادی که تازه عضو کانال شدن، خیلی خیلی خوش آمدید، و همچنین دوستان یاران اعضای کانال که هستن و با من همراهی میکنن، سپاس فراوانو دارم. دوستان، اگر تا حالا عضو این کانال نشدین، لطفاً اون زنگوله پایین فشار بدین، و اگر که میل دارین، مایل هستین، این کانال رو به دوستان دیگه هم معرفی کنین. قبل از هر چیزی میخواستم بهتون بگم که فال امروزمون با فالهای روزانه دیگه هم تفاوت میکنه، چون تصمیم گرفتم که یک ستون بچینم. ستون به قولن مالی، ستون احساسی و ستون کاری. ستون اول، حالا من توی به ترتیب نگفتم، پس ستون اول ما ستون احساسی خواهد بود، ستون دوم ما ستون کاری، و ستون سوم ستون مالی خواهد بود. دوستان، خب بریم سراغ فالمون و ببینیم که چه انرژی با ما همراهی میکنه برای ستون احساسی، کاری و مالی. خب برای ستون احساسیمون مسائل در حال جلو رفتن هستن، مسائل در حال پیشرفت هستن، برامون ندایی از پیروزی داره میده. هنوز به اون خانه آخر نرسیدم، ولی امید و آرزوی من این هستش که من موفق خواهم شد. مسائل از اون حالتی که اگر بوده استانبای بوده دارن در میان و به سمت جلو دارن میرن. خب بریم در مورد مسائل کاری. در مورد مسائل کاریمون ببینید، به آخر یک مرحله از دامنه کاریمون رسیدیم و وارد مرحله جدیدی داریم میشیم. این چه بخوایم چه نخوایم دست خودمون نیستش. سرنوشت داره ما رو به این سمت و سو داره میکشه. مسائل یه سورپرایز کاری خواهیم داشت و مسائل اونجوری که شایسته و لیاقتش هستیم داره جلو میره. در مورد مسائل مالی، ببینید برای شما یک مقدار شک و شبهه افتاده. ببینید میترسین یا اینکه استراب دارین از نظر مالی. میترسین در مورد یک مسئله میترسین، یا اینکه استرابی هستش که مسائلی هستش که برای شما مخفی هستش، یا اینکه اطلاعی کامل ندارین، یا اینکه مسائل فکر میکنید که اتفاق بیفته که شما پیش بینی نکرده باشه براتون. خب عزیزان هستن که دارن به فکر این هستن که چه راه حلی برای بیرون اومدن از یک سری از مشکلات مالی پیدا کنن. خب بریم ببینیم کارت بعدیمون بهمون چی میگه. اول در مورد مسائل احساسی. در مورد مسائل احساسی هستش، ببینید اگر منتظر تصمیم هستین، این تصمیم گرفته خواهد شد. اگر منتظر به هر حال تصمیم شخصی یا سازمان یا اداری در مورد مسائل احساسیتون هستین، این مسئله به گوش شما خواهد رسید. و یکی دیگه تعبیر این کارت داره به من میگه که تأیید میکنم که مسائل احساسی شما در حال جلو رفتن هستش. در مورد مسائل کاری، مسائل کاری ممکنه که افرادی باشن که تغییر تحولی که تو زندگیشون داره به وجود میاد که به دوره دیگه وارد دوره دیگه بشن، سورپرایزی دارن، و در حال حاضر ممکنه افرادی باشن که یه مقدار حالشون از نظر کاری خوب نباشه و در رو خودشون بستن، یه حالت افسردگی. ببین در مورد مسائل مالی مون چی به اون میگه. در مورد مسائل مالی دو تا کارت افتاد. من از اول میکشم چون من فقط یک کارت میخوام. خب ببین این کارت افتاد براتون، یک مسئله هستش که داره سراغتون میاد که ببینید یک کارتی برگشت و اینکه من برش نداشتم، ولی با این همه مجبور هستم در موردش صحبت کنم. ببین احساس میکنیم که این شک و شبهه‌ای که داریم، این استرابی که داریم، مسئله‌ای که باید روشنش کنیم از نظر مالی، یا اینکه برامون ابهام داره، یا اینکه میترسیم این اتفاق بیفته، یک مسئله هستش که داره سراغ ما میاد، و اینکه این مسئله واقعا ما رو ترسونده، ترس از شکست. خب مسئله هستش که میترسیم شاید پر و بالمون توی موضوع بسوزه. خب بریم کار سراغ کارت‌های بعدی، بریم ببینیم که کارت‌های بعدی چه صحبتی دارن در این مورد انجام میدن.
نه یه جوری بزنم که شما بتونیم ببینیم کارت ها رو. در مورد مسائل احساسیمون چه خبر هست؟ در مورد مسائل احساسی دوستان برامون در ببینین کارت کار اومده. حالا یک افرادی هستن که دارن روی مسائل احساسیشون کارت میکنن و این که براشون خیلی مهم هستش و میخوان یک چیزی رو حالا از نظر اون حالت ایده و نظری که بوده به اجرا بذارن. براشون خیلی مهم هستش و ذهن و روحشون رو درگیر کرده و به شدت دارن روی این مسئله چیکار میکنن؟ تلاش میکنن. یا اینکه دارن تلاش میکنن که پول بیشتری در به دستشون برسه تا اینکه بتونن مسائل، اگر که مسئولیتی در مسائل احساسیشون وجود داشته، این مسائل به خاطر مسائل مادی بوده بردارن، یا اینکه اگر که بخوان پیشرفت کنن توی مسائل مادی اگر درش دخیل بوده که مانع از پیشرفت این میشده، این مسائل رو چکار کنن؟ حل کنن. ببینید حالا بریم سراغ کارت بعد من یه مقدار اینا رو قاطی کنم چون دیگه ستون گذاشتم که با هم دیگه مسائل کاری چیم حرفی رو میزنم. در مورد مسائل کاری ببینید دوستان میگه که مسائل بر شما روشن خواهد شد. اگر در ابهامی هستین، اگر موضوعی هستش که شما رو حال شما رو بد کرده، این مسائل بر شما روشن خواهد شد و شما به یک تصمیمی خواهید گرفت. یعنی اینکه تصمیمی در مورد شما گرفته میشه. ولی به هر حال شما دارین به اون ندای درونیتون گوش میدین که تصمیمی رو بگیرین و مسائل بر شما داره روشن میشه. به وضوح دارین میبینین چی به چی هست. خب در مورد مسائل حالا ببینیم در مورد مسائل مالی چی بمونه. در مورد مسائل مالی برای شما خورشید اومده، روشنایی اومده، موفقیت اومده. اگر که شما در این جا که ما هستش و ما چیز رو به وضوح نمیبینیم و همه چیز پنهان هست و از اون چیزی که پنهان هست و آشکار نیست و تاریکی هست من میترسم چیز بدی سراغم بیاد، مسائل بعد شما داره روشن میشه. روشن واضح و اینکه حالتون خوب میشه، انگاری که یک موفقیت و یک درخششی دارین. شد عزیزانی هستن که منتظر این هستن که یک خبر مالی به گوششون برسه، در حال حاضر یه مقدار دگرگون هستن و از این دگرگونی در خواهند آمد. خب بریم ببینیم که با این کارتون روی دیگه همون چیزی برای ما دوستان خیلی راحت باشه. من الان در حال حاضر دارم میخونم، متمرکز هستم، بعد کارتا رو همه برمیگردونم که شما هم بتونین درست ببینینشون. خب در مورد مسائل ببینین دوستان، برای یک سری از افراد در مورد مسائل احساسشون براشون ادغام شدن اومده، ازدواج اومده، حلقه افتاده. اشخاصی که منتظر شاید پیشرفت زندگی احساسشون دارن، پیشرفت داره سراغشون میاد و به یک مرحله ادغام شدن دارن میرسن، به هم رسیدن هستش. ببینیم که در مورد مسائل کاری اما چی افتاده؟ در مورد مسائل کاری برای شما زیبایی افتاده. ببینید شما بهتون میگه که تصمیمی که گرفته خواهد شد، یا یعنی که مسائلی که برای شما روشن خواهد شد، شما رو حال شما رو خوب خواهد کرد. رحمتی وارد زندگیتون میشه. ببین شاکرای قلبم یه مرتبه خیلی قشنگ باز شد. و احساس خوبی هم کسانی هستن، ببخشید روی مسائل کاریشون ممکنه چیزی شکسته شده بوده و به واسه همین هستش که وارد دوره جدیدی از کار دارن میشن. سورپرایز خیلی خوبی دارن. ببینید که در مورد مسائل مالی چه؟ ببین تغییر و تحول در مورد مسائل مالیتون افتاده. انگار یک شرط سختی داری شما پشت سر میذارین. یک راه دیگه ای دارین جلوی راهتون پاتون گذاشته میشه و اینکه از یک افق به افقهای دیگه میره. نمیدونم منظورش چیه. شما خودتون بهتر ممکنه بدونید. و اینکه اون جایی که باید جا بدین. خب و پشتش میگه که به خاطر درایت و عقل خودتون هستش این مسئله. راه حل خوبی برای مسائل مالیتون پیدا میکنه. خب. دوستان من این کارت ها رو میچرخونم تا اینکه شما بتونید خوب در داشته باشین. به این صورت و به این صورت.
ببخشید وقتتون رو میگیرم، میتونین جلو بزنیم به اینکه برسیم به بقیه فایل. خب حالا ببینیم که چه کارت توصیه‌ای برای زندگی برای 4 آبان چه کارت توصیه‌ای داره بهمون میده. کارت توصیه داره بهمون میده استقامت کنید. ببینید شخصی هستش که انگاری با دستش با عصاش، ببینید خورشید و ماه و نمیدونم یا زمین هستش دستش که میگه استقامت کنیم. میدونم افرادی هستن که شاید خیلی تلاش گرفتن کردن در راهی که هستن و اینکه میگه که بازم استقامت کنیم با اینکه شما خسته هستین. کارت پشت سر این ببین پشت کارت ها براتون کارت شروع عشق افتاده. خب دوستان بریم سراغ کارت های قبل از که بریم سراغ کارت های احساسیمون، لطف کنین یه نیت کنین تا من براتون یه کارت بکشم در مورد نیتتون. همونجور که همیشه بهتون میگم که این نیتتون این مقدار متفاوت باشه. با بذارید آب افتاد خیلی زود. میگه صبر باید کرد، صبر کنید، شاید الان اون برای نیت شما وقتش نیست. و اینکه بریم یک کارت احساسی بکشیم. ببین کارت احساسی چی داره بهمون میگه. دو تا کارت افتاد. در مورد کارت احساسی یکی که میگه که شما ممکنه که به شخص احساسیتون یا شخص احساسیتون به شما اعتیاد عاطفی داشته باشه، پس خیلی مواظب این مسئله باشه. و اینکه برای افراد دیگه داره ندای از این میده که پروژه های احساسی شما به انجام خواهد آمد و اینکه تاریخی که داده میگه که از ماه آینده شروع خواهد شد. این هم از کارت احساسیمون. حالا بریم با هم دیگه ببینیم که خانم ها چه چیزی. ببخشید دوستان من دیروز نتونستم براتون این کارت ها رو بذارم به خاطر اینکه در دسترسم نبودم و اینکه امروز واقعا به این فکر بودم که این کارت ها رو برحال سعی کنم که بر شما یادم نره در دسترس باشم و ببینمشون. خب ببینیم که خانم ها چه چیزی در مورد شخص احساسشون دارن میگن تو سرشون هست. خانمی متعهد، من دوست دارم به تو متعهد بشم، من میخوام زندگیم رو با تو بسازم. ببینیم دیدیم که اینجا این ستون زندگی احساسی داشت پیشرفت میکرد. و ببینیم یک کارت دیگه در مورد خانم ها. خانمی که احساس مسدودیت میکنه، تو منو مسدود کردی، من نمیدونم چجوری از این جام بلند شم. خب افرادی هستن که با اینکه دوست دارن که به شخص احساسشون متعهد بشن، متاسفانه ممکنه که مشکلاتی داشته باشن در یا خبری ندارن یا شخص احساسشون بلاکشون کرده. به هر حال مسئله هستش که این خانم‌ها رو یک مقدار درگیر کرده. ولی دیدین بازم بهتون گفتم که مسائل احساسی در حال جلو رفتن هستن. خب ببینیم آقایون چی میگن. آقایون که خودش رو احساس بی ارزشی میکنه. من به درد هیچی نمیخورم. من خودم رو دوست ندارم و من شایستگی تو رو ندارم. پس آقایون انگاری این مقدار دام هستن. خب ببینیم دیگه کارت بعدی. کارت بعدی که داره به ما میگه که آقایی متعادل، من تمام نقاب هام رو بر میدارم، من دروغ نمیگم، پوز بی خودی نمیدم، بالاخره من خودم هستم.
پس آقایی هستش که با اینکه خودش احساس بی ارزش میکنه، ولی دوست داره که چیکار کنه؟ دوست داره که یک تعادلی تو زندگیش انجام بده و اینکه بله احساس بی ارزشی میکنه. چرا؟ چون ماسک داره، چون نقاب داره، چون اینکه مسائل اونجوری که باید بیان نمیکنه. همیشه خانم ها ما خیلی راحت حرف میزنیم، آقایون خیلی راحت حرف نمیزنن. این هم تفاوت ما خانم ها و آقایون هستش. خب حالا بریم ببینیم جادوگرا بهمون چی میگن. جادوگرا میگن درس زندگی. من از این کارت خیلی خوشم میاد و در حال میبینیم که روی حتی روی مینیاتور این شبکه این کانال هم این کارت هستش. میگه که اگر که در راهی بودی و دیدین از این کارت نتیجه نگرفتی، پس یک مقدار صبر کن، از زندگی درس بگیر و اینکه یا اون کار رو متوقف کن، تأملی کن ببین کجای کارت اشتباه هستش، یا اینکه اون مسئله اصلا به درد تو نمیخوره، پس بنابراین بی خود توی این مسئله صد پایین ننداز برو. این از درس زندگی. و اینکه عزیزان از دست رفته چی بهمون میگن؟ این کارت زیبا یک فانوس دریایی هستش. میگه که من مراقب تو هستم. با اینکه من در این دنیای مادی نیستم، میخواستم بهت بگم که من همیشه در کنار تو هستم. من از تو نگهداری میکنم، از روح تو. بعضی وقتها اتفاق افتاده که تو حضور منو حس کنی و اینکه بدونی که من در کنار تو و از بالای شونت دارم نگاه میکنم. خب دوستان، این فال امروز شما بود. روز و روزگار خوش و تا روز دیگه. خدا نگهدار دوستان.